بشم هشم نسم نسلی اخ مسخت بابا قما شروع میکنیم دف بت عمود الف. مسخت نیزاقین شامل بوده از بابا قما، بابا متزیا و بابا بطرا. به خاطر طولانی بودنش اومدن این مسخت رو به سه قسمت تقسیمش کردن: بابا قما، قما یعنی اول، بابا متزیا، متزیا یعنی وسطی، و بابا بطرا یعنی آخری. سه تا مسخت، هر کدومشون 10 تا پرق. کلمه یه بابا یعنی چی؟ بابا میشه دروازه، مثل بعضی وقتا که گمار میگه قایی ابابا، اومده دم در. و خیلی از نویسنده ها فصل های کتابشون و اسمشون رو میذارن شعر. زه شعر لحشم صدیقیم یا با اوبا. همینطور ذکر کردیم در حق داما که پاسوق و هیا امونت ایتخا خوزن یشوت خخمت و دعت. کلمه یشوت برمیگرده رو مسخت نزیقین، که این خوندن مسخت نزیقین بابا قما، بابا متزیا، بابا بطرا نجات و شمیرا میاره برای کلل اسرائیل در هر جای دنیایی که هستن. میشنا میفرماید اربعا آوت نزیقین، ما 4 تا خسارت یا ضرر یا آسیب اصلی داریم: هشور و هبور و هم موعه و ههوئر. هشور که خود گاو وقتی آسیب میرسونه، هم شاخشه که آسیب میرسونه، هم شن دندونشه و هم رگل با لگدمال کردنه و همینطور بقیه حیوانات. و هبور چاه، شخص با چاه کندن میتونه آسیب برسونه. و هم موعه که تو گمارا این روش بحثه، بعضی میگن موعه یعنی شن، همون دندونه. پس وقتی گمارا میگه شور یعنی رگل، وقتی میگه موعه یعنی شن. و بعضی یاد میگیرن که نه، این موعه یعنی آدم، وقتی انسان خسارت میرسونه. و هاهو ار آتش، آسیبی کردن با آتش روشن کردن میرسونه. این آسیب ها ترتیبش برمیگرده رو پارشت میشباتیم که اونجا حرف از شور و بر و آتیش و اینا میزنه. میشنا میفرماید لو هره هشور که هره هم موعه. چرا باید حالا تورا و همینطور میشنا بیاد همه این آسیب ها رو به ما بگه؟ یکیشو میتونست بگه، ما دیگری رو میفهمیدیم. اگه آسیب رسوندی باید جریمه بدی. میگه نه، آسیبی که آدم توسط گاوش میرسونه مثل موعه نیست. ولو هره هم موعه که هره هشور. و همینطور آسیبی که آدم با موعه، که بعدن یه ما رو میگه یا شنه و یا آدم، مثل آسیبی که با گاوش میرسونه نیست. و گمارا بعدن اینو توضیح میده: ولوزه و زه شیش با هن روح خیم که هره ها اش شن با روح خیم. و این دوتا شور و موعه که گفتیم موعه یا میشه شن یا میشه آدم، هر دوتاشون اینا روح خیم دارن، مثل آسیبی که آدم با آتیش میرسونه نیست، چون آتیش روح خیم نداره، جوندار نیست. ولو زه و زه ش درکان لله اول حزیق. و نه، این ستا شور و موعه و آتیش اینا راهش اینه که میرن و آسیب میرسونن، ثابت نیستن. که هره هبور مثل چاه ش این درکان لله اول حزیق، چاه ثابته و آسیب میرسونه، جا به جا نمیشه. حدثت هشبه شباهن ش درکان لحزیق. وجه مشترک اینها، شباهتشون اینه که آسیب میرسونن. اوش میراتان آلخا، و شخص وظیفه نگهداری اونها رو داره. او که شهیزیق خواب هم ازیق، و وقتی که آسیب رسوند، اون شخصی که آسیب رسونده وظیفه داره لشلم تشلومه نزق، که خسارت آسیبی که رسونده رو بده به متوها آرس، از بهترین زمینهاش. اگه میخواد زمین بده میتونه پول بده. میدقاتانی آوت، میفهمد گمار از اونجایی که میشنا گفته آوت خسارت های اصلی، میکلال ده ای کا تولادوت، پس باید یه خسارت های فرعی هم باشه. تولدوتهن کیوت زباهن او لاف کیوت زباهن. آیا این خسارت های غیر اصلی مثل خسارت های اصلی میمونه یا نه؟ حالا ما دو تا جا داریم که حرف از تولادوت میزنه، یکی سر شباته، یکی سر تومآ. که سر شبات خواهیم دید تولدوتهن کیوتسه باهن،
که غیر اصلی ها مثل اصلی ها میمونن. سر توم آ خواهیم دید که تلدوتهن لاب کیوت سباهن، و گمار میخواد بدونه که آیا سر نزیقین آسیب ها خسارت هایی که شخص وارد میکنه آیا تلدوتهن کیوت سباهن هست یا نه، آیا آسیب های غیر اصلی مثل آسیب های اصلیه یا نه. و میفهمید گمارا گب شبات تنان، سر شبات ما خوندیم آبوت ملاخوت ارباییم خاسر اخاد، ما 39 تا 40 منهای یک آبوت ملاخوت داریم که شخص آسور این ملاخه ها رو انجام بده روز شبات. آبوت میکلال دعیکا تولادوت، وقتی میگه 39 کار اصلی یعنی هر کدوم از این کار اصلی ها خودش تولادوت داره، منجعب میشه به کارهای غیر اصلی. سر شبات تولدوتهن کیوتسه باهن، تولدوت این ملاخه ها مثل خود آبوت ملاخوت میمونه. لوشنا آب خطات و لوشنا تولدا خطات، اگه شخص بیاد روز شبات غیر عمد یه ایسور شبات انجام بده فرق نمیکنه چه آب باشه چه تولدا باشه، بعد قربان خطات بیاره. ولوشنا آب سقیلا ولوشنا تولدا سقیلا، همینطور فرق نمیکنه اگه بیاد عمدی یه ایسور شبات انجام بده چه آب باشه چه تولدا، مجازاتش سقیلاست. حالا اینجا گمار از مبحث اصلی خارج میشه و میپرسه اومایی که بین آب لتولدا چه فرقی هست پس بین آب و تولدا؟ نفقامینا فرقش اینه ده ایلو آوید شته آوت به حد حداده، اگه شخص بیاد دو تا آو ملاخا انجام بده همزمان، مثلا بیاد بنویسه و بکاره، اینا میشته تولادوت به حد حداده، یا بیاد دو تا تولادای آو مختلف رو انجام بده همزمان، مخیب اکل خدا و خدا، روی هر کدوم از ملاخایی که انجام داده خیابه، غیر عمد قربان خطات. و ایلو آوید آو و تولادا دیده، در صورتی که اگه شخص بیاد یه آو ملاخا انجام بده و تولادای همون آو ملاخا رو انجام بده، لوم خیب الا خدا، اینجا یه دونه قربان خطات بیشتر نمیاره. که من میگه اول ربی الیزر ده مخیب اتولادا بیمغم آو، طبق ربی الیزر که رشی میگه ده ای آوید آو و تولادا دیده مخیب ترت خطات، که اگه شخص بیاد هم آو و تولادای همون آو ملاخا رو انجام بده دوتا قربان خطات باید بیاره، امی قاریل آو و امی قاریل تولادا. اینجا فرقی پس بین آو و تولادا نیست، چرا بعضی از کارها خونده شده آو ملاخا بعضی از ملاخا خونده شده تولادا؟ که ما رو جواب میده هاخ ده هوا به میشکان خشیوا، اون ملاخایی که مهم بوده در ساختن میشکان، ما میدونیم تمام ملاخاهایی که شخص مجاز نیست انجام بده روز شبات و ما از میشکان یاد میگیریم، کارهایی که صورت میگرفته برای ساختن میشکان ملاخه هایی که شخص نمیتونه انجام بده روز شبات، و گمار داره میگه اون کارهایی که اصلی بوده برای ساختن میشکان قاریل آو، آو خونده میشه هاختلو هوه به میشکان خشی و قاریل تولادا، و اون ملاخه هایی که در ساختن میشکان اصلی نبوده خونده میشه تولادا. و اینجا توصفات میاره نفقامینا اینه که اگه یه شخصی داره ایسور انجام میده میخوای بهش اختار بدی باید بهش دقیقا بگی اگه این ایسور رو انجام بدی که آو ملاخاش اینه این خیلول شبات حساب میشه ها، سقیلا میگیری ها، باید اختار دقیق باشه. پس به این نتیجه رسیدیم که سر شبات آب و تولادا کیوتس باهن مثل هم میمونه. گبه تومعوت تنان، سر تومعوت ما خوندیم آبوت تومعوت هشرت و شیخوت زره، چی حساب میشه؟ آب هتوم آ شرت آب هتوم آه، هشتا جونورهایی که تو تورا اونها رو شرت خونده، و شیخوت زره منی که از شخص خارج میشه، اوتمه مت و شخصی که با مرده در تماس بوده، رشی میگه مرده حساب میشه اوی اوتتوما، شخصی که با مرده در تماسه میشه آوتتوما.
خط اول رشی رو نگاه بکنید، دف بدم اود بت اوت ممت میشه ناگه به مت هوه آوتوما، شخصی که به مرده دست میزنه میشه آوتوما، دمت اتمو اوی اواتتوما، چون خود مرده اوی اواتتوم آه و هنوگه ابو هوه آوتوم آ اومتمه آدم به کلیم، و شخصی که دست میزنه به اوی اواتتوما میشه آوتوما که تامه میکنه انسان و ظروف رو. مگه ما رو میگه تولدوت هن لاو که یوسه با هن، پس تولدوت توم آ مثل آو هتوم آ نیست، دیلو آو متم آدم به کلیم، چون آو هتوم آ چی رو تامه میکنه؟ انسان و ظروف رو تامه میکنه. و ایلو تولدوت، در صورتی که تولدوت یعنی ریشان لتوم آ اخلین و مشقین متمه، خوردنی ها و نوشیدنی ها رو تامه میکنه، آدم به کلیم لو متمه، ولی انسان و ظروف رو تامه نمی کنه. پس میشه تولدوتهن لاو کیوت سباهن. و سوال گماره اینه که ها خام می اینجا سر نزیغین چی؟ آیا تولدوتهن کیوت سباهن هست یا نه؟ نسم نسلی اخ دف بت عمود بت از خط چهارم، ها خام می اینجا سر نزیغین آیا تولدوتهن کیوت سباهن هست مثل شبات، یا تولدوتهن لاو کیوت سباهن مثل توم آ؟ رشی نگاه بکنید، ها خامعی تولدوت ده شبات هوه که آوت، سر شبات ملاخاهی غیر اصلی شبات مثل آوت میمونه، تولدوت ده توم آ لو هوه که آوت، سر توم آ تولدوتش مثل آو نمیمونه. به ها خواه تولدوت ده نیزاقین مای اینجا سر تولدوت نیزاقین چی؟ می امرینان تولدوت کیوت زباهن، آیا ما میگیم تولدوت مثل آو میمونه، لوشن آو لوشن تولادا، فرق نمیکنه چه آو باشه چه تولادا، ایم هیزیق مشلم، اگه آسیب برسونه باید پرداخت بکنه، او دیل ما لو، یا این که میگیم نه تولادا مثل آو نمیمونه. در جواب آمر او پاپا میفهمید رب پاپا رابطه خط چهارم دف بت عمود بت، یش مهن کیوت سباهن و یش مهن لاو کیوت سباهن، بعضی از تولدوت نیزاقین مثل آبوت میمونه و بعضی از تولدوت نیزاقین مثل آبوت نیزاقین نمیمونه. توصفات دوم تانو ربانان شلوش آبوت هیفسیق به برای تا زول فرش تولدوت هن لاو کیوت سباهن دقامر افاپا اهیا. گمارا با این برای تا الان شروع میکنه که توضیح بده این که رو پاپا اومده گفته تولدوت هن لاو کیوت سباهن رو چی برمیگرده. تانو ربانان شلوش آبوت نعم رو به شور، سر شور خخامیم گفتن سه تا خسارت اصلی داره، حقیرن و هشن و هارگل، گاو میتونه با شاخش شاخ بزنه، همینطور با دندونش میتونه بجوه و بخوره و لذت ببره، و هارگل و با پاش میتونه لگنمال بکنه از بین ببره. و گماره یکی یکی میره، اول به ما میخواد یاد بده که از کجای تورا ما قیرن رو میدونیم و تولدوتش چیه، آیا تولدوت هن که یوت سباهن هست یا نه، بعد میره سر شن، بعد میره سر رگل. قیرن مینالان، از کجای تورا ما قیرن رو میدونیم؟ دتان و ربانان ما خوندیم توی پاسوق شموت کاف آلف کاف خت وخی یگخ شور ات ایش او ات ایشا وامت ساقلی ساقل هشور ولوی آخلت بسارو و بل هشور ناقی. وقتی که شاخ بزنه یه گاوی شخصی رو، این نگیخا علاوه قرن، اینجا شاخ زدن با شاخ شنمر، و یه اصلو سیدقیا بن کنعنا قرنه ورزل، اومد درست کرد سیدقیا بن کنعنا شاخه آهنی، و یومر و گفت کو امر هشم، هشم اینطوری گفته به ال تنگخ ات ارام، با این شاخها ارام رو شاخ بزنید. و عمر اگه از اون پاسوق اولی خوشت نیمد، اینجا موشه در مورد براخ یوسف گفت بخور شروع هادار لو و قرنه رئم قرناو با هم امیم یه نگخ، که گفت اولزاد که یوسفه که به گاو تشبیه شده، شکوه از آن اوز و شاخه او مثل شاخ قوچه، و با اون شاخ میزنه اقوام رو.
گمار میپرسه مای و عمر، این پاسخ اولی چه اشکالی داشت که باید پاسخ دیگه برام بیاری؟ و خیت ایما دیوره تو رو میدیوره قبالا لوی الفینان، شاید بخوای بگی ما از ناوی نمیتونیم قوانین تورا رو یاد بگیریم، تاشما برای پاسخ دوم میارم به خور شروع هدار لو پاسخ از تورا. گمار میپرسه و های میلفو، آیا ما داریم اینجا از پسوقیم های نویم حلاخایی چیزی یاد میگیریم؟ گیلوی میل تا به آلماهو، اینجا فقط داریم معنی کلمات رو یاد میگیریم. دنگیخا به قرنهو، که شاخ زدن با قرن صورت میگیره، اینو میشه از ناوی یاد گرفت. رشو نگاه بکنید، و های میلفو بیت میا سوالیه حالو گمیره میدیوره قبالا لو خیوب و لو پتور، ما از گفته ناوی نیاد میگیریم چیزی خیابه یا چیزی پاتوره. الا گیلوی میل تا هود خل هیخی دیختیب نگیخا به قرنهو، فقط اینجا داره پاسخ آشکار میکنه برای ما که وقتی میگه نگیخا یعنی با شاخ، اینو میتونیم از ناوی یاد بگیریم. الا پس چرا دو تا پاسخ لازم داریم؟ مودت ایما، من چی ممکن بود فکر کنم کی پالیگ رحمانا بنتام لمعاد، این که تو رو اومده فرق گذاشته بین گاوی که برای بار اول شاخ میزنه و گاو معاد که وحشی دو سه بار شاخ زده، هانی میله بتلوشا، این فقط در مورد شاخیه که نچسبیده متصل نیست، مثل قرنه سیدقیاهو اول به مخوبرت، ولی شاخی که به بدن گاوه متصله. ایما کولا موعدتی، من میگفتم همیشه بار اولم که شاخ بزنه این موعد حساب میشه و باید کاملا پرداخت بکنه. رشی خط 16 همه کوچک رو نگاه بکنید، الا لهاخی ایت تاریخ و عمر، به خاطر همین ما پاسخ دوم لازم داریم. ده مهود تیما، چون من چی ممکن بود فکر کنم کی خالق رحمانو بین تام آل معدد، کی تو رو فرق گذاشته بین تام و معاد؟ ده بشور تام که تیب و خاتسو ات کسبو، که سر گاوه تام تو رو گفته فقط نصف جریمه رو بده. دلو مشلم الا خطین زق، فقط خطین زق میده. او به معاد کتیب شلم یه شلم تو شور تا خطه شور ده مشلم نزق شلم، سر معاد گفته باید کاملا پرداخت بکنه. من میگفتم هانی میله به قرن تلوشا، این در مورد شاخی صحبت میکنه که متصل نیست، دوم یاد قرنه سیدقیا بن کنعانا، مثل شاخه سیدقیا بن کنعانا که متصل نبود، شاخه آهنی. او که گون شاخ از ذهب هما حقرن بن شینه ها، مثلا حیوان اومده این شاخ آهنی رو بین دندوناش گرفته و ناگخا و شاخ زده. دبه تام و دعی لومشلم تام کولا، اونجا میگفتم برای بار اول خسارت کامل پرداخت نمی کنه. میشوم ده این درکا بکخت، تو چون این راهش نیست و لوح هایالا به علیم لیشمور میدوارزه، و صاحبش لازم نیست که از این لحاظ نگهداریش بکنه. اول به مخوبرت ده اور خواهی، ولی وقتی که شاخه به بدن گاوه متصله که این راهشه. ایما کولا معدتی، من میگفتم افیلو به تخیلا مشلم نزق شالم، حتی بار اولم که شاخ زد بیاد نزق شالم بده تا شما، به خاطر همین به خور شروع هادار لو پاسوق میاد از تورا میاره که نه حتی شاخی هم که متصله بار اول تام حساب میشه و خطی نزق میده نه نزق شالم. اگه هم گمارا میمد فقط پاسوق دوم میگفت، پاسوق اول رو به من نمیگفت، من تلوشا رو یاد نمیگرفتم که اگه اومده شاخه رو گذاشته بین دندوناش رفته شاخ زده، اینجا باید خیاب باشه. پس هر دوتا پسوقیم ها رو لازم داریم. تولادا ده قرن مهی، حالا تولادای قرن چیه؟ نگیفا، وقتی بیاد با بدنش گاوه هول بده. نشیخا، بیاد دندون بگیره. رویتسا، حیوانه بشینه روی ظروف و بشکونه. او به ایتا و لگت بزنه. گمار میگه مایشن نگیخا ده قاریل آب، چرا؟ اینجا شاخ زدن و تو را آب خونده دیختیب کی یقخ، چون تو را میگه وقتی شاخ بزنه. نگیفا نامی کتیب کی یگف، این هول دادن با بدنش هم تو را میگه کی یگف، پس این هول دادن هم بذار آب حساب بشه. که من میگه های نگیفا نگی خواهی، میگه نه این پاسوقی که میگه کی یگف هول دادن نیست، بلکه این شاخ زدنه.
و این هول دادنی که ما میگیم نگیفا جایی تو تورا ذکر نشده و خاطر همین نگیفا حساب میشه تولادا. دتنی رو خوندیم پاتخ به نگیفا و سیم به نگیخا. پاسخ شروع میکنه میگه کی یی گف و خاتمه میده میگه او نودا کیشور نگاخو. شروع میکنه با نگیفا خاتمه میده با نگیخا لمر لخا که به ما یاد بده زوهی نگیفا زوهی نگیخا. فرق نمیکنه هم لاشون نگیفا و هم لاشون نگیخا هر دوتاش اینا شاخ زدنه. من میپرسه من شنگه به آدم دیختیو که گیگخ. چه عجبه وقتی که گاو یه انسان شاخ میزنه تو رو میگه که گیگخ. و من شنگه به بهما دیختیو که گیگوف و وقتی که میاد حیوان دیگه ای رو شاخ میزنه اونجا پسوخ میگه که گیگوف. هر دوتاش شاخ زدنه. میگه نه آدم ده ایتل مزالا که تیو که گیگخ. انسان که مزال داره. رشی خط دوم پهن شیش لو دعت لیشمر ات گوفو. یعنی عقل داره که میتونه از بدنش نگهداری بکنه. اونجا پاسخ میگه که تیو کی گیگخ. رشی خط دوم پهن پهن که تیو کی گیگخ ده ودعی نیت کون هشور لهارا. اینجا مطمئنن گاوه کوانای آسیب رسوندن داشته. او با علاوه به کوخ و با قدرت اومده سراغ انسان. اول حالا برگم سر گمارا. بهما دلیتل مزالا که تیو کی گف. حیوانی که اونجا دعت نداره خودشو نگهداری بکنه پاسخ میگه کی گف. ادامش توی رشی آخر خط دوم پهن اول نگیفا هبمشما شمیتسا او اومد اودخافو به قرناف. کلمه یه نگیفا مثل این میمونه که حیبونرم اونجا پیدا کرده ایستاده با شاخ رفته توش. لیشن آخرین آرشی میاره ایتل مزالا یعنی چی انسان مزال داره و اینو نو وقت لامیتو به راحتی نمیشه کشتش به نگیفا با یه هل دادن دهی دخیفا قیرن معد که با یه شاخ کوچیک. الا به نگیخا به کو اخو به کوانا بلکه باید نگیخا باشه او تخیوت قرن به گوف و باید محکم با شاخ بره تو بدن انسان و انسان از یه طرف حواسش جمعه از خودش دفاع میکنه به حساب ملاخ داره در صورتی که حیوانه ملاخ نداره. پس واژه‌ای که به کار برده میشه برای انسان کی گیگخه و واژه‌ای که به کار برده میشه برای حیوان کی گیگوفه. اومیل تا اگب ارخه قامش بالان و اگب در سر راهش داره به ما اینجا یاد میده ده معادل آدم هبه معادل بهما. حیوانی که برای انسان معاد شده سه بار یه انسان رو شاخ زده این معاد حساب میشه نسبت به حیوان. او معادل بهما لو هبه معادل آدم. در صورتی که حیوانی که سه بار حیوان شاخ زده اگه اومد باره چارم یه انسان رو شاخ زد نسبت به انسان فقط خطی نزق میده معاد حساب نمیشه. رشی هفت خط از پایین میفهمید دشور هم معاد لحروگ اتا به هما گیمل پامیم لخاشیو هعدال گبه آدم. یه گاوی که اومده سه بار زده و حیوان کشده این حساب نمیشه هعدال گبه آدم وحشی نسبت به انسان. ده ایمناگخ آدم اومد اگه زد و یه انسانی رو شاخ زد و کشت دینو که تام دینش مثل یه گاو تام میمونه که برای بار اول شاخ زده. ده اینو مشالم اتا کفر که اینجا کفر پرداخت نمی کنه. ده به تام هورگ آدم که تیو ساقل ایساقل هشور او و ال هشور ناقی. در مورد گاو تام که یه انسانو بکشه تو رو میگه گاوه باید سنگسار بشه ولی صاحب گاوه مبراست. او به معاد کتیب بگم به علاو یومات. سر گاوه معاد که یه انسانو بکشه تو رو میگه صاحب گاوه هم باید کشته بشه و هیمیتا هینو مامون که این منظور پرداخت کردن دمشل متا کفر که باید خونبه ها را اینجا به وارثینش پرداخت بکنه. گمان میپرسه نشیخا تولادا شنی این دندون گرفتن این تولادای شنه. چون میگی تولادای قرنه؟ میگه لو شن یشن آله زقا. شن وقتی میخوره یه لذتی میبره. ها این هن آله زقا وقتی دندون میگیره اینجا لذتی نمیبره. بنابراین میشه تولادای قرن. رویتا و به ایتا تولادا در رگلهی
این که حیوانه نشست بکنه روی ظروف و ظروف رو بشکنه یا لگد بزنه که گفت اینا تولاده قرنه، چرا تولاده رگل باید باشه؟ میگه لو رگل هزقا ماتسوی، اینطور نیست، رگل آسیبی که برسونه معمولیه، هانی ان هزقان ماتسوی، این که نشست بکنه حیوانه و لگد بزنه این معمولی نیست، بنابراین حساب میشه تولاده قرن. الا تولدوت هن لاف کیوت سبا هن دامر اف پاپا اهی، یا این که رب پاپا اومد گفت بعضی از تولدوت هستن که مثل آبوت نیستن، رو چی برمیگرده؟ ایلی ما اهانی، اگه بریم بگیم روی اینها برمیگرده، روی تولدوت قرن، نگیفا هول دادن، نشیخا دندون گرفتن، ربیتسا نشسته حیوان یا به ایتا لگت زدن، من شنا قرن دکوانات و لحظیق اوما منخوش میرا تو آلخا، همونطوری که وقتی حیوان شاخ میزنه نیت آسیب رسوندن داره و اموال شخص و وظیفه نگهداریش روی توه، مسئولیتش روی شخصه، هانینامی این تولادوت قرن هم کواناتان لحظیق گاوه کوانه آسیب رسوندن داره، اوما منخا و اموال شخصه، اوش میراتان آلخا و مسئولیتش هم روی شخصه، پس الا تولادات قرن که قرن، پس تولاده قرن مثل خود آو قرن میمونه، و خیقام رو و پاپا اشن و رگل، پس کی گفته رو پاپا تولدوت هن لاف کیوت سباهن، برمیگرده روی شن و رگل، که همونطوری که گفتیم اول گمارا میگه ما شن و رگل رو تو کجای تورا داریم، بعدن تولدوت شن و رگل چیه، بعد خواهیم دید که آیا تولدوت هن کیوت سباهن هست یا کیوت سباهن نیست. شم نسل نسلی اخ شروع میکنیم دف گیمل عمود آلف رو از پایین بت عمود بت، به خیقام رف پاپا اشن و رگل چار خد از پایین. میشنا داشتیم دف بت عمود آلف که چار تا ما آوات نیزاقین داریم، شور، بور، موعه و هوئر، و گمار پرسید از اونجایی که اینها آوات خونده شده حتما باید تولدوت داشته باشه، آیا تولدوت هن کیوت سباهن یا لاف کیوت سباهن، که رب و پاپا دخبت همود بهت جواب داد بعضیاش کیوت سباهن هست بعضیاش کیوت سباهن نیست، تولدوت شور چیه؟ قرن، رگل و شن. قرن رو ثابت کردیم که فعلا تولدوت هن کیوت سباهنه، که ما میخواد بگه پس این که رب و پاپا اومده گفته تولدوت هن لاف کیوت سباهن، برمیگرده روی شن و رگل، و اول باید بریم پاسوقیماشو از تورا بیاریم، بعدن باید ببینیم تولادوت اینها شن و رگل چیه، و ببینیم که آیا کیوت سباهن هست یا نه، که ما میگه شن و رگل هی خاکتیوا، کجای تورا حرف از شن و رگل میزنه؟ دتنیا ما خوندیم پاسوق در شموت پرق کاف بت پاسوق دالت میگه کی یوئر ایش ساده او خرم و شیلخت به ای رو اوویر بیست اخر متف ساده و متف کرمو یه شلم، که وقتی شخص آسیب برسونه به صحرا یا تاکستون دوستش و حیواناشو بفرسته و بچرن تو صحرای دوستش، اگه میخواد زمین بده باید بهترین زمینشو پرداخت بکنه. تو این پاسوق میگه و شیلخ زه ها رگل، این وقتی حیوانشو فرستاده که با پای حیوان آسیب برسونه، و خن هو امر مشلخه رگل هشور و هخمور، همینطورم پاسوق داریم در یشعیا که نبی مژده میده که انقدر محصول زیاد خواهد بود که همینطوری میفرستن گاوشونو که حیوانو خرمنکوبی بکنه و خرشونو که محصولا رو بیاره خونه. از این پاسوق گمار میخواد یاد بگیره که کلمه و شیلخ توی تورا یعنی رگل، او بی ار توی همون پاسوق که یعنی میره میچره زو هشن، این یعنی دندون، از کجا میدونیم؟ و خن هو مر پاسوق دیگه داریم تو ملاخیم که عشر یه و ار هگالال اد تومو دفگیم نموداله، که پاسوق میگه یه روام اینجا نابود میشه همونطوری که دندون غذا رو خورد میکنه و له میکنه، و کلمه یه گالال توی پاسوق یعنی دندون طبق رشی، به خاطری که شن
شپامیم مگوله او پامیم خوسه، بعضی وقتا دندون آشکاره بعضی وقتا پوشیده است. پس گالال از گالوی میاد. یا رشی پشات دوم میده که کلمه گالال میشه مدفوع، وقتی که دندون غذا رو میجوه و مدفوع خارج میشه از بدن. توسوت میاره میگه گالال یعنی مرمر و دندون هاست توی بدن که شکل مرمر داره. حالا به هر دلیلی که این کلمه گالال میشه دندون، چون تو پاسوک گفته کشر یه وعر ها گالال اد تومو، پس وقتی تو تورا میگه او بی ار بیست اخر، کلمه او بی ار یعنی وقتی میره با دندونش نابود میکنه. آمرمر، پس ما تو برایتا داشتیم گیمل عمود الف رابطه بالای صفحه و شیلخ زوها رگل و خنو و مرمشلخ رگل هشور و هخمور. کلمه و شیلخ یعنی رگل، همینطور پاسخ داشتیم مشلخه رگل هشور و هخمور. تعما گمار میپرسه دکاتب رحمان مشلخه رگل هشور و هخمور، از کجا من میدونم که کلمه و شیلخ یعنی رگل؟ چون پاسخ دارم. حالا و هاخی، اگه این پاسخ رو نمی داشتم به من مقمتلا، تو میخواستی یاد بگیری که کلمه وشیلخ چه معنی میده؟ ای قرن کتیو، اگه میخواستی یاد بگیری که این یعنی شاخ حیوانه، تو را گفته کی گخ ای شن کتیو، اگه میخواستی یاد بگیری که این دندون حیوانه، اونم پاسخ داریم که میگه یه وعر. پس مجبوری یاد بگیری که کلمه وشیلخ یعنی رگل، چون نمیتونه قرن باشه نمیتونه شن باشه. پس احتیاجی نداری به این پاسوق مشل خیر رگل هشور و خمر که من میگه نه ایدز تاریخ پاسوق لازمش دارم. سلقا در تا خمینا ایدی و ایدی اشن، چون من ممکن بود فکر کنم هم کلمه وشیلخ و هم کلمه اوبی ار بر میگرده روی دندون، چون ما دو تا پاسوق برای دندون لازم داشته باشیم. و هادم کل یا قرنا، کلمه او بی ار وقتیه که حیوانه با دندونش میزنه و از ریشه از بین میبره و محصول رو کاملا داغون میکنه. ها دلوم کل یا قرنا، و کلمه وشیلخ وقتیه که از ریشه از بین نمیبره، یکم محصولا رو میخوره دوباره محصولا رشد میکنه و بر میگرده. قامش مالان مشلخ رگل هشور و هخمور به من میگه که نه، کلمه وشیلخ یعنی رگل، دو تا شن نیست. حالا رشی اینجا خط چارم کوچک میپرسه میگه و ای قش یا هی خامات زیل میمر ایدی و ایدی اشن، اگه هم بپرسیه چطور میتونی بگی که هر دوتای کلمات هم وشیلخ هم او بی ار بر میگرده روشن؟ هادم کل یا قرنا و هادلوم کل یا دلوم کل یا، که یکیش وقتی کاملا از بین میبره یکی وقتی کاملا از بین نمیبره. خب لیختوب خد لهی خد دلوم کل یا، یه پاسخ فقط کافی میبود، بگو وقتی که کاملا از بین نمیبره خیابه دل خیب به کل شکن هی خد کل یا قرنا، و خودم یاد میگرفتم که اگه از بین میبره کاملا خیابه. و تیرت رشین چه جواب میده؟ ایمه های قرای فقط یه پاسخ میبود هوامینا های آتی لهی خادم کلیا، میگفتم اون یه پاسخ فقط بر میگرده روی مکلیا قرنا وقتی که کاملا از بین میبره اولولو مکلیا لو، ولی اگه کاملا از بین نمیبره اصلا خیاب نباشه. وقت هم این هوامینای خوبیه که بگم یکیش میتونه روی شن بره مکل یا قرنا، یکیش روی شن لو مکل یا قرنا. اگه پاسوق مشل خیر گل هشور و خمر رو نمی داشتم، ولی الان که پاسوق مشل خیر گل هشور و خمر رو دارم یاد میگیرم که این شیلخ بر میگرده روی رگل، او بیل بر میگرده روی شن. و سوال گماره حالا خیلی خوب معنی میده و هشت داده او قیمنا رگل، حالا که ما کلمه وشیلخ رو استفاده کردیم که رگل رو یاد بگیریم، شن دلو مکل یا قرنا مینالان، از کجا میدونیم اگه با دندون شیبون آسیب رسوند و از ریشه از بین نبرد از کجا میدونیم که خیابه؟ چون یه اوبیر که بیشتر نداریم، اوبیر برمیگرده رو وقتی که کاملا از بین میبره.
شاید وقتی که بس کاملا از بین دونه میبره خودش دوباره رشد میکنه اینجا پاتور باشه، که من میگه نه دومیا در رگل شبیه باید باشه با رگل، مای رگل لوشنو مکل یا قرنا و لوشنو لو مکل یا قرنا. همینطوری که وقتی حیوانه با پاش میره و آسیب میرسونه فرق نمیکنه که آیا کاملا از بین میبره یا کاملا از بین نمیبره، صاحبش خیابه افشن لوشنا مکل یا قرنا و لوشنا لو مکل یا قرنا. همینطورم وقتی حیوانه با دندونش میره آسیب میرسونه فرق نمیکنه که کاملا از بین میبره یا کاملا از بین نمیبره، خیابه و کلمه اوبیر برای این کافیه. آمرمر تو برایتا داشتیم اوبیر زو هشن، کلمه اوبیر یعنی دندون. و خن هو عمر همونطور هم براش پاسخ داریم که اشر یه وعر هگالال اد تومو، همونطوری که از بین میبره دندون تا ته، تا اماده کاتب رحمانا که اشر یه وعر هگالال اد تومو، چون این پاسخ دارم کلمه یه وعر میشه شن. حالا هاخی اگه به خاطر این پاسخ نمی بود به مای او غیم نالا، تو میخواستی کلمه یه اوبیه رو چی یاد بگیری؟ ای قرن کتیف، ای رگل کتیف. اگه بخوای بگی او برمیگرده روی قرن، برای قرن پاسخ داشتیم کی ای گخ، اگه بخوای بگی برمیگرده روی رگل، برای رگل هم پاسخ داریم به شیلخ. پس به هر حال این کلمه اوبیر باید معنی شن بده، حتی اگه پاسخ کشری و ارها گلال اد تو ما رو نمیداشتم. وقتی تو رو میگه او بیر، چون نمیتونه قرن باشه نمیتونه رگل باشه باید شن باشه، که من میگه نه ایت تاریخ، من این پاسوق لازم دارم که به من بگه او بیر یعنی شن، چون سلق داتا خمینا ایدی و ایدی ار رگل. چون من ممکن بود فکر کنم هم کلمه وشیلخ هم کلمه او بیر بر میگرده روی آسیبی که حیوان با پاش میرسونه، هاد آزیل می میلا ها دشالخ شلوخه. آی چرا دوتا پاسخ داشته باشم، یکیش وقتی که حیوان خودش میره، یکیش وقتی که صاحبه حیوانشو میفرسته. قامش مالان پاسخ کعشریه و ارهگالالد و تومو به من یاد میده که اوبیر یعنی شن و نرگل. تو گمال میپرسه و هشتاد اوقع عشن، حالا که یاد گرفتیم کلمه او ویر برمیگرده روی آسیب ها که حیوان با دندونش میرسونه، رگل ده آزلا میمیلا مینالان، از کجا میدونی که وقتی حیوان خودش رفت و آسیب رسونده با پاش صاحبش خیابه؟ شاید فقط کلمه وشیلخ یعنی اگه صاحبه حیوانشو فرستونده عمدی، ولی که حیوان خودش رفته پاتور باشه، که ما میگه دون یاده شن باید شبیه باشه به شن. ماشن لوشنا شلخا شلوخه، فرق نمیکنه چه حیوانشو فرستاده برو برو تو صحرای فلانی غذا بخور، لوشنا دازل میمیلا، یا حیوان خودش رفته باشه تو صحرای طرف و غذا خورده باشه، اینجا صاحبش خیابه افرگل، همونطور هم رگل. لوشنا شلخا شلوخه و لوشنا آزلا میمیلا، فرق نمیکنه چه صاحبه فرستاده باشدش و چه حیوان خودش رفته باشه، اینجا صاحب خیابه. و لیخت و رحمان و شیلخ و لو با اوبیر، تو را کافی بود به من فقط و شیلخ و بگه، من دیگه اوبیر رو لازم نمی داشتم. به مشمع رگل و مشمع شن، چون کلمه و شیلخ میتونه هر دوتا معنی رو بده، هم میتونه معنی شن بده هم میتونه معنی رگل بده. مشمع رگل میتونه معنی رگل بده دیختی و مشلخ رگلش و خمارم با پاسوقی که داشتیم که وشیلخ روی رگل میره. اون مشمع شن همینطور میتونه کلمه وشیلخ معنی دندون بده دیختی، پاسوق داریم تو دواریم وشن به هموت اشلخ بام، من دندون ایوانا رو میفرستم سراغ اونها. پس گمارا داره میپرسه بیا فقط به من وشیلخو بگو و هم من شن و هم رگل رو یاد میگرفتم، چرا باید بگی هم وشیلخ هم اوبیر؟ گمارا میگه ایلاب قرای ترا، اگه اینجا فقط من وشیلخو داشتم اوبیر رو نمیداشتم، هوامینا من میگفتم اوها اوها، یا میتونی ازش اینو یاد بگیری یا اونو یاد بگیری. او رگل ده هزقو ماتسوی،
یا میتونی ازش رگل رو یاد بگیری که آسیبش معمولیه اوشند یه شنال هزقو، یا میتونی ازش آسیب دندون حیوان رو یاد بگیری که لذت میبره وقتی یه چیزی میخوره، ولی هر دو رو نمیتونی یاد بگیری. به خاطر همین من اوبیر رو لازم دارم، هم اوبیر و هم وشیلخ به ما رگل و شن رو یاد میده. گمان میگه میخته شقولینه، نگاه بکن این دوتا با هم دیگه مساویه، شن یه خومرایی داره، رگل هم یه خومرایی داره، و یا و او شنه هم. پس من هر دوتا رو میتونستم از پاسوق یاد بگیرم. چطور میتونم هر دوتا رو از یه پاسوق یاد بگیرم؟ به خاطری که دهای مینای هو مپقد، کدوم یکی از این دوتا رو میخوای بیرون بکشی بگی نه، فقط اینو یاد میگیرم اونو یاد نمیگیرم، هر دوتا رو باید یاد بگیری، چون هیچ کدومشون نمیتونی خارج بکنی شامل نکنی، باید هر دوتا رو یاد بگیری. پس یه وشیلخ کافی میبود که به من هر دوتا رو یاد بده، دیگه اوبیه رو لازم نمیداشتم. گمان میگه ایت تاریخ، نه این اوبیه رو لازم دارم، به خاطری که اگه فقط وشیلخ رو داشتم سلق دتا خمینا هانی میلی هیخی دشالخ شلوخه، فقط کی صاحبش خیابه؟ وقتی که حیوانشو فرستاده گفته برو به چر، برو لگد مال بکن، اول آز لا می میلا، ولی حیوان وقتی خودش رفته لو صاحبش خیاب نباشه قامش مالان اوبیر، فرق نمیکنه که خودت بفرستی یا حیوان خودش رفته باشه. حالا رابطه اینجا دقت بکنید، حالا که کلمه اوبیر رو ما لازم دارم، اوبیر حالا میاد به من شنو یاد میده، نه آزلا میمیله وقتی حیوان خودش رفته. پس ربا تا اینجا ما یه پاسوق آوردیم، وشیلخ اتبیرا اوبی ارویست آخر، پاسوق داریم که تو تورا به من هم شنو یاد میده و هم ریگلو. گمان میپرسه تولادای شن مهی، تولادای شن چیه؟ نیتخکخا به کتل لحناتا، وقتی حیوانو میاد خودشو به دیوار میمارونه که خودشو بخارونه که لذت ببره، دیواری هم میفته، و تین فا پروت لحن آتا، یا این که قلط میخوره روی میوه ها میخواد لذت ببره، یا طبق توصفات اگه کسافت بکنه روی میوه ها و میوه ها رو به این طریق کثیف بکنه. البته توصفات شمس میگه اینجا حناعه از آسیب زدن به وجود نیمده، بخاطر هم این توصفات شمس مثل رشی یاد میگیره که حیوانه در اینجا قلط میخونه روی میوه ها و به این طریق میوار از بین میبره، چون در حین قلد خوردن اینجا داره لذت میبره. پس ربط های تولاده های شن باید لذت بیاره برای گاوه، به خاطر همین گاز گرفتن گفتیم تولاده شن نیست، تولاده قرنه، به خاطری که گاوه گاز بگیره لذتی نداره. حالا میخواییم ببینیم که یا تولدوتهن که یا سباهن هست یا نه. گمار میگه مای شنا شن دیگه شنال زقه و مامون خوش میراتو علیخا، همونطوری که آسیبی که یه حیوانه با دندونش میرسونه وقتی آسیب میرسونه لذت میبره و این اموال شخصه و روش مسئوله، هانینامی این تولادوت شن هم همینطوره، یه شنال زقان گاوه لذت میبره وقتی آسیب میرسونه، او مامون خوا اموال صاحبشه اوش میراتان آلخا و مسئولیتش روی صاحب است. پس الا تولادت شن کشن، پس تولادت شن هم شد مثل شن، به خیقامر رو و پاپا، پس کی رفت بابا گفت تولدت هن لاب کی و سواهن، ات تولادت رگل، اون بر میگرده روی تولادای رگل. که ما میگه تولادت رگل مهی، پس سوقیم از تورا آوردیم که کلمه یه وشیلخ میشه رگل، حالا میخوام ببینیم تولادای رگل چیه؟ هیزیقا به گوفا درخ هیلوخا، اگه با بدنش در حین راه رفتن آسیب برسونه، بیس آراه درخ هیلوخا، یا گاوه در حین راه رفتن با موی خودش آسیب برسونه، بیشلیف شعاله ها، یا توسط باری که روی دوششه آسیب برسونه، به پرون بیا شبه فی های و افساری که تو دهنشه، به زوگ شبه سوارا، یا با زنگولهی که به گردنشه در حینی که در حرکت میکنه اگه آسیب برسونه، گمار میگه من شنا رگل ده زقامات سویو ما منخوش میراتو آلخا، همینطوری که وقتی با رگل
آسیب میرسونه معمولیه و اموال صاحبشه و وظیفش رو صاحبه است، هانی نامی این تولاده های رگل هم هزقان ماتسوی این معمولیه اوما منخا و اموال صاحبشه اوش میراتان آلخا و وظیفش روی صاحبه که از حیوانش نگهداری بکنه. پس الا تولاده رگل که رگل، پس تولاده های رگل هم مثل رگله و خیقام رفا پا اتولاداد بور کی رفت پاپا اومده گفته تولدوت هن لاف کیوت سبا هن، در مورد بور گفته. تولاداد بور مهی، تولاده بور چیه؟ ایلیما آب اصارا و تولاداتیش آ. اگه بگیم شخصی که اومده یه چاه ده تفخی کنده که ما مصورا داریم چاه ده تفخی، حیوان انسانی که توش بیفته رو توانه یه کشتنش رو داره، اگه بگیم پس ده تفخ اگه کنده این میشه آو و تولادا تیش آ، اگه اومده نه تفخ کنده این میشه تولادا. لو تیش آ کتیوه و لو اصارا کتیوه. تو تورا نه حرف از چاه نه تفخی میزنه نه از چاه ده تفخی صحبتی میکنه. پس اگه چاه ده تفخی آو خونده شده، نه تفخی هم میتونه آو خونده بشه. یه ما میگه حالو قشا، این که بفروش توی تورا حرف از نه تفخ و ده تفخ نمیزنه این سوال نیست. چرا؟ چون رمزش اومده و همت یهیه لو، مرده مال صاحب چاه هست، حیوان افتاده تو چاهه، اون شخصی که این چاه رو حفاری کرده یا درش رو باز کرده مسئوله. آب رحمانا تو را گفته و قیم لهول ربانان از سارا آفدان میتا، و این پا بر جا شده است که خخامی میدونستن آقا چاه ده تفخی میکشه ولی تیش آن نزیق این عفده میتا لو عفده، چاه نه تفخی فقط آسیب میرسونه ولی نمیکشه. پس اگه چاه ده تفخی کنده روی میتا خیابه، اگه چاه نه تفخی کنده خیابه روی آسیب رسوندن نه روی میتا. که ما میگه صف صف زه آبل میتا و زه آبل نیزاقین، به هر حال اگه چاه ده تفخی کنده این آب میشه برای کشتن، اگه چاه نه تفخی کنده این آب حساب میشه برای آسیب رسوندن. و همه اینها رمزش توی پاسوق اومده، وقتی پاسوق میگه و همه تیهیه لو، یعنی اگه چای ده تفخی کندی که کشتی روی کشتن حیوان خیابی، اگه کمتر کندی روی کشتن حیوان خیاب نیستی. پس اینجا چه چاه ده تفخی باشه این آوه برای میتا، چه چاه نه تفخی باشه میشه آو برای نزیقینه، ولی هر دوتاش آوه. ما دنبال تولادای بور میکردیم. الا گمار میگه اعونو سکینو مساو، این تولادای بور وقتی که اومده سنگشو یا چاقوشو او مساو یا بارشو شهینی خان بیشو تربیم قرار داده تو رشو تربیم به هیزیقو، و اینها آسیب رسونده یا پوستموز اونجا گذاشته تو خیابون، یا بابا اومده لیز خورده زمین، میشه تولادای بور. گمار میگه هی خیدامی این موردش چیه؟ این چاقو و سنگ و بارشو گذاشته اید افقرین هو، اگه اومده اینو هفقرش کرده بین لرب و بین لشموئل هاینو بر، چه طبق رب و چه طبق شموئل این دقیقا مثل بر میمونه نه تولادای بر. و اید لو افقرین هو، اگه اینا رو هفقر نکرده این سنگ و چاقوشو، ایل شموئل دامر کولام می برو لامدنو هاینو بر، طبق شموئل که هر مانعی که شخص بیا توی رشو تارابیم قرار بده حتی اگه حفقر نکرده می برو لامدنو، از بر اینو یاد می گیریم هاینو بر. پس اینجا این دین بر داره. و ایل رو دامر کولام می شرو لامدنو، و طبق رو که میگه هر مانعی که شخص توی رشو ترابیم قرار میده و اینو حفقرش نمی کنه، ما اینو از شور یاد میگیریم هاینو شور، و این میشه تولادای شور. همونطوری که گاوش آسیب میرسونه، چاقو هم که گذشته آسیب رسونده و خیابه. پس اگه بخوایم بگیم که تولادای بور
یعنی سنگ و چاقو و باری که اینو قرار داده تو رشو طلبیم و آسیب رسونده، اگه حفقرش کرده که طبق رب و شمول هر دوتاشون بره، اگه حفقرش نکرده طبق شمول بره و طبق رب این شوره. به هر حال اینا تولدوتهن کیوتسباهنه و هنوز ما داریم دنبال جوابی که رب پاپاداد میگردیم که تولدوتهن لاو کیوتسباهن. پس مای شنا بور شکن تخیلت از یاتول نزق. پس چه فرقی است بین این تولاده های بور و خود بور؟ همونطوری که بور وقتی شخص اینو از ابتدا حفاری میکنه، یا اگه یه چاهی رو یه کسی دیگه حفاری کرده بود، این میاد درش رو فقط بر میداره و بازش میکنه، که این ابتداش برای آسیب رسوندن اومامون خواب اموال شخص اوشمیراتو آلخا و روش مسئوله، هانی نامی این تولاده ها هم همینطور تخیلت اسیاتان لنزق. از ابتدا وقتی اینا رو تو رشو طلبیم قرار میده برای آسیب رسوندن اومامون خواب اموال شخص اوشمیراتان آلخا و وظیفه نگهداریش روی شخص الا تولادات بور که بور. پس اینجا ثابت میشه که تولاده بور هم مثل خود بور میمونه. به شم شم ناسم نسلی اختف گیمل عمود به تو شروع میکنیم از خط شیشم هفتم از بالا. به این نتیجه رسیدیم که الا تولاده بور که بور، تولاده بور شد مثل خود بور. به خیقامر و پاپا ات تولاده موعه. پس کی اومده رف پاپا جواب داده گفته آقا بعضی وقتا تولدوتهن کیوت سباهن، بعضی وقتا تولدوتهن لاو کیوت سباهن، که ما دنبال داریم میکردیم این تولدوتهن لاو کیوت سباهن رو چی برمیگرده، که ما میخواد بگیم این برمیگرده روی موعه. حالا مای نیهو این موعه اصلا چی هست؟ ایلی شموئل دامر موعه زوشن، طبق شموئل که میگه موعه همون شنه، ها اوقیم نا تولاداده شن کشن. ما پابرجا کردیم که تولاده شن مثل شنه. ایل رفد آمر موعه ز آدم، طبق ربم که میگه موعه چیه؟ موعه آدمه. مای آوت و مای تولادوت ایت به انسان، چه آوت و چه تولاده هایی داره؟ و خیت هایی ماشه آدم بخوای بگی آو نئور تولادا یا شن، وقتی که بیداره و آسیب برسونه میشه آو، وقتی هم که خابیده و آسیب میرسونه میشه تولادا. آی این درست نیست. و تنان چون ما خوندیم تو میشنا آدم معاد لعلام بن ار بن یا شن، شخص فرق نمیکنه چه بیدار باشه چه خواب باشه، روی آسیب هایی که میرسونه مسئوله. پس اینجا چه خواب باشه چه بیدار باشه، هر دوتاش باید آب حساب بشه. پس ما هنوز داریم دنبال این تولدوتهن لاو کیوتسباهن رف پاپا میگردیم، که من میگه الا اکیخو و نیو، یا بگیم این بر میگرده روی آب دهن و آب بینی انسان، اینها تولاداست. که من میگه هی خیدامی چطور آسیب رسونده؟ ای به حدید آزل قام مزقه، اگه در حینی که داشته این آب دهنه و آب بینی حرکت میکرده آسیب رسونده، کوخو هوا، اینجا قدرت انسانه، مثل انسانی که آسیب رسونده. ای با ترد نیخ، اگه بعد از این که رو زمین قرار گرفته یه بابای مثلا اومده رو سر خورده افتاده، بندل رو بندل شموئل هاینو بور، چون که مطمئنن طرف آبدهنش رو افقر کرده، اونجا چه طبق رو و طبق شموئل این دین بور داره. پس الا ربو تای تولاداد موعه که موعه. پس فرق نمیکنه چه موعه شن باشه چه موعه آدم باشه، تولاده های موعه دین خود موعه داره. و خیقامه رو و پاپا تولاداد اش. پس رب پاپا وقتی گفته تولدوتهن لاو کیوتسباهن، روی تولاده اش اینو گفته. تولاده اش معنی هو، تولاده اش چیه؟ ایلیما اونو سکین و مسا و شهینی خان بروش گگو و نافلو به روخ متسویا. اگه این سنگ یا چاقو یا بار شخصی که قرار داده لبه بالای پشت بوم، و یه باد معمولی اومده اینا رو انداخته، اگه باد غیر معمولی می بود که اصلا خیاب نمی بود،
اینجا یه باد معمولی اومده و اینا رو انداخته و این طرف مسئوله به خاطری که اینا رو گذاشته لبه بال پشت بوم و هیزیق و آسیب رسونده، که من میگه هی خیدامی چجور آسیب رسونده؟ ای به حدید آزلوقا مزغه، اگه در حینی که داشته حرکت میکرده و میفتاده آسیب رسونده، خورده تو کله بابا، هاینو اش، این حساب میشه مثل آتیش. معیشنا اش دکوخ اخر معوراو با او مامون خوش میرا تو علیخا، همینطوری که آتیش یه قدرت دیگهی منظور باد همراه باهاش و متعلق به شخص داره و شخص روش مسئوله، هانینامی این چاقو و سنگ و بار هم همینطور کوخ اخر معوراو باهن، یه بادی اومده که اینا رو انداخته، یه قدرتی باش همراه بوده، اوما منخا و متعلق داره به شخص، اوشمیراتان آلخا و مسئولیتش روی شخصه. پس الا تولادا ده اش که اش، پس تولاده آتیش چیه؟ مثل خود آتیشه. و خیقا مرو پاپا، پس کی رفا با گفته تولدو تهن لاب کیوس باهن؟ ات تولادا ده رگل، روی تولادای رگل گفته اینو، که من میگه چی؟ رگل؟ ها اوقیمنا، این که ما پابرجا کردیم، تولادا ده رگل که رگل، این به نتیجه رسیده بودیم که تولادای رگل دینه رگل داره، که ما میگه نه، بخطینه زغسر و رود ده هیل خطا گمیر لا، وقتی که حیوانه در حین راه رفتن روی سنگی لگد میزنه، این سنگ پرتاب میشه و آسیب میرسونه، که اونجا حالا خاله ماشه میسینه یه که باید نصف پول آسیب رو بده. رشی رو نگاه بکنید، به خطی نزق سر و روت مستقیم مقابل توسفوت لپوترو، شهایتا محلخت و هیتیزا، داشته حرکت میکرده حیوانه و به پرواز در میاره سر و روت به رگله ها سنگریزه ها رو با پاش، به شی به روه تکلیم و میزنه و شیشه میشکنه، ظروف میشکنه، ده قیمالان دهیل خطا گمیری لا، و حالا خلماشه میسینه یکه دمامونا هو ولوق نست، که این پولی که باید به خاطر این آسیب پرداخت بکنه این مامونه، این جریمه نیست. و افلگو ده پلگا نزق شل نگی خواهو قنست، با وجودی که خطی نزقی که روی شاخ زدن گاو پرداخت میشه اون جریمه است، که دمر لغمان های پلگانیز غام ماموناهو، اینجا روی خطی نزق سر و روت پرداختی که میکنه جریمه نیست، آسیب رسوندی باید پرداخت بکنی نه جریمه. و هیلکاخ لاو تولاده ده قرن، به خاطر همین تولاده قرن حساب نمیشه، الا ده رگل، بلکه تولاده رگل حساب میشه، ده میکوخ رگل هو ده آتو، چون از قدرت پا بوده که این سنگ به پرواز در اومده، او که رگل و لوهوه و مثل رگل نیست، در رگل مشلم نزق شالم، چون رگل باید نزق شالم بده، ولی روی این سنگ ریزه که پرتاب شده از رگل که تولاده رگله فقط نصف آسیب رو میده و هاینو درب و پاپا، و اینه که رب پاپا گفته تولدو تهن لاو کیوته باهن، روی رگل پول آسیب رو کاملا میده ولی روی خطی نزق سر و روت فقط نصف آسیب رو میده. و امای قاریله تولداد رگل، و چرا این خونده شده تولدای رگل لشلم مینها علیا، میدونی چرا تولدای رگل و نه تولدای قرن؟ به خاطری که باید از جیب هم اگه شده مایه بذاره، برعکس وقتی که گاوش مثلا رفته شاخ زده، یه گاو 100 دلاری داشته، رفته یه گاو 500 دلاری رو شاخ زده کشته، اینجا 500 دلار ضرر بوده 250 دلار باید بده، منتها فقط میگوفو میده، میگه ارزش گاو من 100 دلار بیشتر نیست، بار اول بوده شاخ زده، این 100 دلار بگیر برو. در صورتی که اگه گاوش پاشو گذاشت رو سنگ رفت شیشه طرف شیکون، 500 دلار خسارت رسون، گاو 100 دلاری اوکی نصف آسیبو بعد 250 بدی، بابا گاو من 100 تا بیشتر نمیارزه، باید 150 تا رو از جیبت بدی. گمان میپرسه چی؟
به همی و یا با راوا. اینجا راوا سوال داشته، دبای راوا خطین زغسرورت میگوفم شلم امین ها علیام شلم. اگه حیوانه روی سنگریزه ها پا گذاشته و آسیب رسونده، راوا سوال داشته که آیا باید فقط میگوفو بده چون گاوه 100 دلار بیشتر نمیارزه، با وجودی که خسارت بیشتر بوده فقط از ارزش گاوه میده، یا اینکه نه باید از جیبش مایه بذاره و پرداخت بکنه. که ما میگه لراوا میبایله، خب برای راوا سوال بوده، ولی لراوا پاپا پشیتاله، ولی برای راوا پاپا خیلی واضح بوده که مینها علیا باید پرداخت بکنه. بخاطر همین راوا پاپا اینو حساب میکنه تولادای رگل. من میپرسه لراوا دمیبایله، طبق راوا که سوال بود، آیا اینجا میگوف و پرداخت میکنه یا مینها علیا این خطین زغسر و رترو امی قاریل تولاداد رگل؟ چلا خونده میشه تولادای رگل. رگل چی میده؟ نزق شالم میده. اینجا فقط خطی نزق میده. آی پس شاید میگوف و میده. میگه نه لپوترا بیرشوتا ربیم. رشی هفت قد موده به خطای پن، لپوترا بیشو ترابیم کی رگل، مثل آسیبی که حیوانه با پاش میرسونه توی یه رشو ترابیم، در رگل اینا خیبت الا امکن نیخنست لرشو تنیزق و هیزیقا. چون رگل که خیابه وقتی که وارد رشوت اون آسیب خورنده میشه و اونجا آسیب میرسونه. دیختیو به و شیلخ ات بعیرو او وی ار بیسته آخر. تو رو میگه وقتی ایوونشو میفرسه میچره تو صحرای طرف و هاینو بیرشوت نیزق، یا اونجا کجاست؟ صحرای طرف رشوت نیزقه، صحرای آسیب دیده. و همونطور که روی رگل تور شوتربیم پاتوره، روی سرورات هم تور شوتربیم پاتوره. به خاطر همین راوا سرورات رو تولادای رگل میخونه و نه تولادای قیرن، چون قیرن تور شوتربیم خیابه. بشم بشم نسیم نسلی حق دفتال درو شروع میکنیم از ابتدای سوگیا دفگیم نمود به 16 قدس پایین. هموئه و هاهوئر، تو میشنا داشتیم که موئه و هاهوئر اینا آوت نیزاقین هستند. که من بپرسه مای موئه، موئه یعنی چی؟ رو امر موئه ز آدام، رو میگه موئه یعنی انسانی که آسیب میرسونه، اوشمال امر موئه ز هشن، شمول میگه موئه این دندون حیوانی که آسیب میرسونه. رو امر موئه ز آدام، رب میگه موعه یعنی انسانی که آسیب میرسونه. دیختی و همونطوری که پاسوق میگه آمر شمر، شمر اینجا برمیگرده رو حق دشبارو خو، آتا بوغر می آید صبح و گم لیلا و همینطور شب، منظور زمانی میشه زمان مجازات برای رشاییم، ایم تیو آیون به آیو، اگه میخواید تشوبا بکنید تشوبا بکنید. و از اونجایی که شخص تفیلا میخونه و صحبت میکنه تیو آیون، پس وقتی تو میشنا میگه موعه، این بر میگرده روی آدم همزیق. آی مثل آدم درست حسابی بگو آدم همزیق، چرا میگی موعه؟ میفهمید نیموقع یوسف اگه میگفت آدم یعنی هر انسانی که آسیب میرسونه، این غلامش کنیزش هم که آسیب میرسون شامل میکرد. این کلمه تیو آیون به آیو که لاشون تفیلاس، برمیگرده روی اسرائیل هایی که بنخورین هستن، که قلقل یعقوب با تفیلا میان و خودشون رو نجات میدن و نمیخوایم کنیز و غلام رو شامل بکنیم. به خاطر همین تو میشنا هم کلمه موعه به کار برده شده. پس طبق رو موعه یعنی انسان. او شمول امر موعه زهشن، شمول میگه نه موعه یعنی دندون. دیختیف همونطوری که پاسوق داریم، اخ نخ پسو اصاب، چطور اصاب رو بازرسی میکنن، جستجو میکنن، نیو او مطپوناو. مطپوناو از لاشون صافون میاد، افیقومانه که پنهان میکنن بهش میگن صافون.
پس چجوری جستجو میکنن عیسی تو محلهایی که میره و پنهان میشه. جماره میخواد بگه از اونجایی که اینجا تو پاسخ کلمه یه نیوو به کار برده و تو میشنا گفته موعه موعه یعنی شن، جماره میپرسه مای مشمه از کجا این معلوم میشه که نیوو یعنی شن که موعه میشنا معنی شن بده. کدمه ترگم رو یوسف، طریقی که رو یوسف که روشندل بوده و خیلی توی ترش به الپه واقف بوده، توی ترگوم خیلی آگاه بوده، ترجمه میکنه این پاسخ رو اخدن ایت بلش عیسی، چطور ما عیسی رو جستجو بکنیم، ایت گلیان متمروهی، چطور آشکارش میکنیم از اون محل هایی که پنهان میشه. و اینجا کلمه ایت گلیان برمیگرده روی دندون که گاهی آشکاره و گاهی پنهان، که من میگه و رو می تمالو آمر که شموئل. آی چرا رو مثل شموئل به این قشنگی یاد نگرفت که شن میشه دندون. آمر لاخ، رو به تو میگه می قاتانی نیوه، آیا تو میشنا گفته نیوه، کلمه ای که شبیه به پاسوقی که شموئل ازش دلیل آورد، گفته موعه. موعه وقتی که عملی داره صورت میگیره روی دیگران، یعنی داره آشکار میکنه. نیوه معنی میده صورت میگیره، یعنی آشکار. پس چون تو میشنا نگفته آشکار بلکه گفته آشکار میکنه، رب نمیتونه مثل شموئل یاد بگیره که من میگه شموئل من تعمل آمد که رب، چرا شموئل قشنگ مثل رب نگفت که اینجا موعه یعنی آدم. آمرلاخ، شموئل میگه می قاتانی بوئه، آیا تو پاسوق اینجا گفته بوئه، لاشونی که شبیه باشه به پاسوقی که رو ازش رعی آورد. اینجا اگه یکم بخوایم تو عمقش بریم جواب شموئل باید بفهمیم، اینجا شموئل داره میگه اگه بخوایم مثل من یاد بگیری، من طبق ترتیب پسوقیم ها توی پارشای میشباتی میرم جلو، ولی آقای رب تو که میخوای یاد بگیری موعه یعنی آدم، آدم تو پاراشای امور اومده. اگه میخواست آبوت نزاقیم آدم یکیش باشه، باید بود اول میشنا بگه شور بور هف ایر بعد بگه موعه. طبق ترتیب نیست طریقه که تو میخوای یاد بگیری که آدم اومده وسط انداخته. یعنی شموئل داره میگه تو رو من اشکال میگیری که واژه‌ای که به کار برده میشنا مدویاق نیست، طبق خودت هم خب مدویاق نیست. و اینجا که ما رو میپرسه میخته قرائه لو که مردیقه ولو که مردیقه، چون که پسوقیم ها نه دقیق مثل رب و نه دقیق مثل شموئل. سو رب میتاما لو آمر که شموئل، چرا حداقل رب طبق ترتیب پسوقیم ها یاد نگرف مثل شموئل. پسوقیم های توی تورا پارشای میشباتیم رو باز بکن، طبق ترتیب برو جلو، موعه نمیتونه آدم باشه. گمار میگه نه تانا شور به خلمی لید شور، طبق رب وقتی اومده گفته شور نمیتونه شور معنی شن بده، چون شور همه تولاده های شور رو شامل میکنه، هم قرن هم شن هم رگل، پس دیگه نمیتونه برگرده دوباره موعه معنی شن بده. که من میگه اوشمالامی ها تانا لشور، میگه خب درست میگه رفت، طبق شموئل هم گفته شور، چرا دوباره برمیگرده میگه شن. آمرو یهودا تانا شور لقرنو او موعه لشینو. موقتن گمان میخواد جواب بده که اینجا کلمه یه شور میشنا بر میگرده روی قرن و موعه بر میگرده روی شن. لمسکنا خواهیم دید که اینجا شور بر میگرده روی رگل و موعه بر میگرده روی شن. حالا اگه برگردیم و میشنا رو دوباره از نو بخونیم، میشنا گفته بود لو رئیزه که رئیزه، گفته بود میشنا شور مثل موعه نیست و موعه مثل شور نیست. اگه میخوایم یاد بگیریم که اینجا شور یعنی قرن، میشنا رو چی جوری میخونیم؟ به حقیق آمر میشنا رو اینطور میگه
اگه تورا به من قرنو میگفت من شنو یاد نمیگرفتم. لور ای قرن شبیه نیست خصوصیت های شاخ شئن هنا لهزقو، که وقتی آسیب میرسونه هنا نمیبره، کرئی هشن مثل دندون شیش هنا لهزقو، که اگه آسیب میرسونه با دندون لذت میبره. اگه قرن رو میگفت که خیابه من شن رو یاد نمیگرفتم. گمارو بعدن روی این سوال میپرسه که یعنی چی؟ اگه قرن رو میگفت که لذت نداره خیابه، من نمیتونستم شنو که لذت داره یاد بگیرم؟ میگفتم سر شن اونجا پاتور باشه؟ گمارو بعدن میپرسه. بالای دف دالد مدلف ولو رئی هشن شن کواناتو لحظیق، اگه تورا شنو به من میگفت من قرنو یاد نمیگرفتم به خاطری که شن این کواناتو لحظیق نیت آسیب رسوندن نداره، به خاطر همینه که خیابه، که رئی قرن شن کواناتو لحظیق، در صورتی که قرن نیت آسیب رسوندن داره به خاطر همین باید پاتور باشه. گمار روی این الان میپرسه، گمار میگه بلاب قلب خمر هو، یعنی چی؟ اینجا راحت میشه قلب خمر کرد. البته این سوال رو گمار رو قسمت دوم میپرسه، ولی این سوال رو قسمت اول هم هست. من اینجا قلب خمر نمیتونی بکنیم. اومه شن شن کواناتو لحظیق خیاف، اگه دندونی که نمیخواد آسیب برسونه با این وجود اگه آسیب رسوند خیابه، قرن چه کواناتو لحظیق شاخ که نیت آسیب رسوندن داره لوکل شکن، نباید اونجا خیاب باشه. البته که باید خیاب باشه. و همینطور سوال هست رو قسمت اول که اگه قرنو میگفت من شنو یاد نمیگرفتم، یعنی چی؟ اگه قرنی که لذت نمیبره خیابه، دندونی که لذت میبره البته که باید خیاب باشه. گمار میگه ایت تاریخ لازم به گفتنه. این قسمت دوم که گفتیم اگه شن رو میگفت من قرن رو یاد نمیگرفتم لازم به گفتنه، چون سلق در تا خمینا من ممکن بود فکر کنم میدیده هبه اعبد و آما، ممکن بود بگم روی شاخ زدن پاتور باشه با وجودی که کوانا داره نیت داره آسیب برسونه، مثل وقتی که یه غلام و یه کنیز آسیب میرسونن. عبد و آما لاو افل گفت کواناتان لحظیق افیلوها خیپه تیره، میگه نه اینکه غلام و کنیز با وجودی که نیت آسیب رسوندن دارن با این وجود اربابشون پاتوره. آخانامی اینجا هم ممکن بود بگم قرن هم همینطور باشه، با وجود که نیت آسیب رسوندن داره اینو از شن یاد نگیرم و پاتور باشه لوشنا، به خاطر هم این تورا باید بیاد و بگه نه روی شاخ زدن صاحب خیابه. مقابل تصفت سومی تو رشی افیلواخی پتورین که دمرینان به پرق خوبل تو پرانتز لقمان دف پیزین مدالف ها اود و ها ایشا پگی آتان را، شخصی که با زن و یا با یک غلام برخورد میکنه اینا همیشه براش ضرره. ها خوبل با هن خیاب اگه به اونها آسیب برسونه باید پرداخت بکنه. به هنشه خابلو بخریم پتوریم، وقتی اونها بیان به آدم آسیب برسونن پاتورن. حواستون باشه با زن و غلام در نیفتید. به هر حال گماره داره میگه اینجا قلب و خمر تو قلب و خمر نیست، چون من از شن که نیت آسیب رسوندن نداره و خیابه، قرنی که نیت آسیب رسوندن داره و خیابه رو یاد نمی گرفتم. شاید می گفتم سر قرن اونجا پاتور باشه، همونطوری که سر غلام و کنیز اینها اگه آسیب برسونن با نیت اربابشون پاتوره. گمان میگه چی؟ آما رواشی آتو اود و آما لاو تا اما ربا ایت بهو، این که وقتی غلام یا کنیز شخص آسیب می رسونن مگه دلیل بزرگی نداره که چرا ارباب اینجا پاتوره؟ یعنی چی که تو میخوای بگی اگه سر غلام و کنیز پاتوره، سر قرن هم که کوانوت لحظیقه اونجا هم پاتور باشه؟ نه باب جون، این که سر غلام و کنیز ارباب پاتوره دلیل داره. شما
یعنی تنو ربو اومدیم و اربابه زد و این غلامه رو عصبانیش کرد و یه لخ و یدلیخ گدیشو شلخوه رو و میره و خرمنه یه شخصی رو میگیره آتیش میزنه و نیم سازه مخیبت ربو مآمانه به خلیوم میتونه بره خرمنه این آتیش بزنه، خرمنه اون آتیش بزنه غلامه، هی اینجا آتیش اونجا آتیش و هی اربابشو مسئول بکنه. به خاطر همینه که وقتی غلامه کوانای آسیب رسوندن داره اربابشو ما خیاب نمی کنیم. پس دلیل نیست که اگه شور کوانای آسیب رسوندن داره پاتور باشه. پس چون اینجا قلب خمر ما قلب خمر خوبیه که ما میگه بیانی عوضش میکنیم الا پاری خاخی، بیا این منظور میشنا اینه لور ای حقرن شه کواناتو لحظیق کر ای هشن. میدونی چرا سر قرن خیابه؟ به خاطری که نیت آسیب رسوندن داره، ولی شن شن کواناتو لحظیق که نیت آسیب رسوندن نداره اونجا ممکن بود بگم سر شن پاتور باشه، بخاطر همین شنو میگه. ولور ای هشن شیش هنال هزقو. از اون طرف اگه به من میگفت سر شن خیابه میگفتم به خاطری که وقتی آسیب میرسونه لذت میبره، کره ای هقرن این مثل قره نیست، شن هنال هزقو وقتی آسیب میرسونه هنا نمیبره، بخاطر همین لازمه که به من قرنو بگه. پس طبق شموئل وقتی میشنا میگه شور یعنی قرن، وقتی میگه موعه یعنی شن. که من میپرسه و رگل مای شیره، میگه رگل پس چی شد؟ تو میشنا اینو اصلا ذکر نمی کنه. میگه چرا؟ که شهیزیق خواب همزیق. وقتی میشنا دفت تمود بت کلمات اضافیه که شهیزیق خواب همزیق، وقتی که شخص آسیب برسونه وظیفه پرداخت داره، لعتوی رگل میاد رگل رو اونجا شامل میکنه. که ما میگه خب به لیتنه یه به هدیه، بیاد اینجا تو میشنای ما به فروش بگه رگل، چرا باید تو میشنای دفتت اینو شامل بکنه؟ به خاطر این سوال الا امر راوا راوا میاد اینجا گفته شموئل عوض میکنه، میگه منظور شموئل تانا شور لرگلو، وقتی تو میشنا میگه شور شور یعنی رگل، او موعه لشینو، وقتی میشنا میگه موعه یعنی شن. و ها خی قامر، حالا باید لو رئیزه که رئیزه رو یاد بگیریم. و ها خی قامر و میشنا داره اینطور میگه لو رئی ها رگل شه زقا ماتزوی. اگه میشنا به من رگل رو میگفت که خیابه، میگفتم چرا؟ به خاطری که آسیبش معمولیه، کرئی هشن این مثل دندون نیست، شئن هزقا ماتسوی که آسیبش معمولی نیست. اگه پس رگلو به من میگفت که خیابه، من شن رو یاد نمیگرفتم، شنم لازم بود بگه ولور ای هشن شیش هنال زقو. از اون طرف اگه میشنا به من شنو میگفت، میگفتم شن چون لذت میبره خیابه، کرئی ها رگل این مثل رگل نیست، شئن هنال زقو، رگل وقتی را میره آسیب میرسونه لذتی نمیبره، پس رگل هم باید بود میشنا بگه. که ما میگه خب و قرن مای شیره، چی قرن چی شد؟ قرن رو باقی گذاشته. میگه کشه هیزیق خواب هم از زیق لطوی قرن. میشنای بعدی دفته تمود بد، وقتی میگه کشه هیزیق خواب هم از زیق، اگه آسیب رسوند خیابه قرن رو شامل میکنه. که من میگه خب ولیت نیه به هدیا، بیاد به فروش قرن رو تو میشنای ما بگه، چون میذاره دفتتون رو شامل بکنه. میگه به معادین میتخیلاتان قامیره، میشنای ما در مورد آسیب های صحبت میکنه که از همون اول شخص باید نزق شالم بده، به تامین اول و صف معادین لو قامیره، در مورد آسیب هایی که اول باید کمتر بده، نصف آسیب رو بده، بعدن اگه دو سه بار تکرار شد باید نزق شالم بده، مثل قرن، میشنای ما در مورد اون صحبت نمی کنه. پس اینجا مخلوقت داریم بین رو و شموئل. رو میگه وقتی میشنا میگه موعه یعنی آدام، آی چرا نشن؟ به خاطری که تو میشنا وقتی میگه شور اونجا شنو گفته،
شموئل میگه نه، وقتی میشنه میگه شور، شور یعنی رگل، موعه یعنی شن. اینجا حالا مفارشیم یه سوال میپرسن. از یه طرف ما گفتیم که شهی زیق خواب هم از زیق تو میشنای بعدی قرن رو شامل میکنه. چرا؟ به خاطری که تو میشنای ما فقط در مورد معادین میتخیلاتان داره صحبت میکنه، اونایی که از اول باید نزق شالم بدن. آی بیا بگو میشنای دفته تمود بد وقتی میگه که شهیزی خواب هم ازیق رگل رو شامل میکنه. رگل هم چی داره؟ خطی نزق سرو رو تو داره. مفاشیم جواب میدن میشنای ما طبق ربی یهودا میره که خطی نزق سروروتی وجود نداره، روی سرورت شخص باید نزق شالم بده، قرنه که خطی نزق داره. پس وقتی میگه میشنا که شهیزی خوابم ازیق میاد قرن رو شامل میکنه و نه رگل. پس ربوتا اینجا رو مثل شموئل نگفت، به خاطری که وقتی میشنا میگه شور، شن رو شامل میکنه. او شموئل مایتم و لوامر که رو، چلو شموئل مثل رو نمیگه. با جون بگو موعه یعنی آدام. آمر لاخ، شموئل به تو جواب میده، ایسل قدرت آخ آدام ها قاتانی سیفا. اگه بخوای بگی اینجا موعه یعنی آدام، میشنا دف تت وا و مدبت اونجا میگه شور هم آد و شور هم مزیق بیرشوت ها نیزق و ها آدام. گاو معاد، گاوی که میره آسیب میرسونه تو رشوت نیزق و انسان، بار اولم که اینا آسیب برسونن باید نزق شالم پرداخت بکنن. آدم اونجا ذکر کرده. چرا میشنای ما بخواد بگه آدم؟ که ما میگه خب ولیت نبریشا. چرا میشنای دف تتواب حرف از آدم میزنه؟ تو میشنای ما بیاد بگه آدم. میگه به نیزق مامون قامیره. شموئل جواب میده، میگه میشنای ما داره در مورد آسیب هایی که شخص با اموالش میزنه صحبت میکنه. به نیزق گوفو لقامیره، در مورد آسیب هایی که شخص با بدنش میزنه صحبت نمیکنه. و رونامی ها قاتانی آدم به سیفا، که ما میگه خب آقای رف، تو میشنای ما تو داری میگی موعه یعنی آدم، دوباره برمیگرده اونجا تو دف تتواف دوباره تکرار میکنه میگه آدم. چرا؟ آملاخ رب، رب به تو جواب میده، هاهو لمخشوه به حد معادین هوداتا. اونجا فقط اومده که آدم رو با معادهای دیگه همراه بکنه و شامل معادها بکنه، ولی اصل آدم همزیق اینجا تو میشنای ما تو کلمه موعه اومده. حالا اینجا باید طبق رب لو رئیزه که رئیزه میشنارم باید یاد بگیریم. اومی لو هره، وقتی میشنا میگه شور مثل موعه نیست، موعه مثل شور نیست، منظور چیه؟ هاخی قامر، منظور اینه لو رئی هشور، اگه تو را به من فقط شور رو میگفت من ازش آدم رو یاد نمیگرفتم، به خاطری که لو رئی هشور شم شلمه تا کفر، که رئی ها آدم شم شلمه تا کفر. اگه گاو اومد و شاخ زد صاحبش باید خون بها بده، اگه انسان اومد و شاخ زد خون بها به وارثین نمیده. به خاطر همین اگه شورو میگفت من آدمو یاد نمیگرفتم، ولور ای آدم اگه انسان رو میگفت من شورو یاد نمیگرفتم، به خاطری که لور ای آدم شه خیاب و ارباد واریم، اگه انسان آسیب برسونه بجز نزق که گاو هم اگه آسیب برسونه باید نزق بده، چهار چیز دیگه باید بده. نون سر شب، نونش میشه نزق، سر میشه سعر میشه ریپوی، شب شوت و بوشت. نزق پول آسیب اینجا شمرده نشده جزو این پنجتا، به خاطری که گاو هم باید نزق بده. سعر اینجا پول دردشو باید بده، ریپوی پول شفا رو باید بده، شوت پول بیکاری رو باید بده، او بوشت پول خجالت باید بده. در صورتی که کره یشوشن بو اربا دواریم مثل گاو نیست که این چهارتا رو نداره، فقط پول نزق میده. پس اگه به من آدم رو میگفت من شور رو یاد نمیگرفتم. حدثت هشاوش با هنش در کان لحظیق،
بچه مشترک اینها اینه که هر دوتاشون آسیب میرسونن. یهو میگه چی؟ و خیشور در کل حزیق چی؟ مگه گاو به طریقه معمول آسیب میرسونه؟ حالا اگه اینجا مثل شموئل یاد بگیریم که مو میشه شن، شور یعنی رگل، خب میتونم بفهمم رگل راهش اینه که آسیب میرسونه به طریق معمول، ولی طبق رو که میگه شور یعنی قرن، رگل و شن، قرن سه بار اول تامه، فقط خطی نزق میده، در کل عزیق نیست. میگه به معاد، اینجا ما داریم در مورد گاو معاد رو تو میشنا صحبت میکنیم که ما میگه اون معاد در کل عزیق، گاو معاد آیا به طریق معمولی میره و آسیبی میرسونه؟ کیوانده یعید اورخهو، که ما میگه بله، وقتی که عادت بکنه میشه معاد و به طریق معمولی هم آسیبی میرسونه. میگه خب آدم در کل عزیق، تو میشنا میگه آدم و شور اینا هر دوتاشون در کل عزیقه، میگه چی؟ انسان به طریق معمولی آسیبی میرسونه. آقای رف میگه بیاشن، وقتی که انسان خواب باشه آره به طریق معمولی هم آسیبی میرسونه. که ما میگه چی؟ یاشن در کل عزیق، آدم خواب همینطوری آسیب میرسونه. میگه بله، کیوان ده خیف و پاشید ارخه هو، چون پاشو میاد دراز میکنه و جمع میکنه، اگه چیزی جلوی پاش گذاشته باشه آسیب میرسونه. توسود میگه این وقتیه که قبل از که بره بخوابه اومده این چیزها رو کنار پاش گذاشته، همونجا رفته خوابیده، نایمده اینا رو کنار بزنه که وقتی خوابه به اینا آسیب نرسونه، بخاطر همینه که خیابه. اوش میراتان آلخا، ادامه میشنا که میگه وظیفه نگهداری آنها بر توه. میگه یعنی چی؟ آدم شمیرت گوفو آلافو، اینجا باید میشنم بگه شخص وظیفه نگهداری از خودشو داره، نه اینکه اوش میراتان نگهداری آنها بر اوه. میگه اول تعمخ، طبق تو شموئل ها دقاتانی قرنا، این که قرنا اومده تو برای تا یاد داده اربعا آوت نزیقین مثل میشنا و آدم اخاد مهن و آدم یکیشه، چی؟ چرا اونجا میگه اوش میراتان آلخا؟ آدم شمیرت گوفو آلافو، انسان وظیفه نگهداری از خودشو داره. الا بلکه چی اونجا جواب میدیم؟ کده آمر لی ربی اباهو لتانا، همونطور که ربی اباهو به اون تانایی که حالا خطب تلمیدیم یاد میده، اونجا یاد داد تنی آدم شمیرت گوف و علاف، یاد بگیر که انسان وظیفه نگهداری خودشو داره. یعنی وقتی تو میشنا یا تو برایت اومده گفته اوش میراتان آلخا، اون روی شور و بر و هبئر میره، ولی آدم وظیفه نگهداری خودشو داره. ها خانامی دفتال دمود بهت تنی، یاد بگیر آدم شمیرت گوف و آلاف، انسان وظیفه نگهداری خودشو داره. اینطور کلمات شمیراتان آلخا رو توضیح بده. آی چرا تو میشنا واژه اوش میراتان آلخا گفته؟ اون برمیگرده رو شور بر و هفئر. بشم بشم نسم نسلی اختف دالدم اود بهت، از خط بالا متقی فلا رو ماری، روان قشا میپرسه و ای ما موعه زه همم، یا بگیم که تو میشنا اومده گفته موعه یعنی آب. رشی خط دوم، ای ما موعه زه همم شعیم شفخ آدم میما و لرشو تربیم، که اگه اومد شخص آباشو ریخ تو رشو تربیم، او با آخر و نیت نفو کلاو، یه بابای اومد و لباسش کثیف شد، خیاب هشوف خان، اون شخصی که آبا رو ریخته تو رشو تربیم خیاب باشه. دیختیف پاسخ داریم تو یه شعیا، کیق دو وخ اش هماسیم مییم تیو اش، همونطوری که آتیش نابود میکنه چیزهای نرم رو، آب هم آتیش رو از بین میبره. کلمه یه تیوه اینجا یعنی قلقل میکنه، که بار میگه می که تیو مییم ناو او، آیا اینجا جمع گفته که معنی بده آب ها آتیش رو از بین میبرن؟ تیوه اش که تیو، اینجا تیوه مفرده، یعنی آتیش به آب اینجا ضربه میزنه و موجب میشه که آب ها قلقل بکنه.
حالا اینجا باید اصلا سوال گمارا رو فهمید. رایوت میگه نه اینکه گمارا داره میپرسه بیا بگیم معیم یکی از آوت نزقین باشه، بلکه سوال گمارا اینه که چطور تانا میاد از یک کلمه ای استفاده میکنه که میتونه معنی آب بده. متقیف لا ربزوید، ربزوید یه سوال دیگه میپرسه و ایما موعزه هاش، پس بیا بگو موعه اینجا یعنی آتیش. دخی که تیو تیوه به اش حوک دیختیو، چون این پاسوقی که اووردیم تیوه توی پاسوق معنی آتیش میده. که ما میگه ایهاخی، اگه اینطوره مای هم موعه و هیوئر، اگه بخوای بگی موعه یعنی آتیش، پس دیگه هیوئر یعنی چی؟ آتیش آتیش. بخی تیما پروشه قام فرش، شاید هم بخوای بگی بله اینجا موعه و هیوئر، اینجا هیوئر توضیح موعه است، یعنی موعه یعنی چی؟ یعنی هیوئر یعنی آتیش. پس ایهاخی اربعا، چرا میگه پس ما چهار تا آبوت نزیقین داریم؟ شلوش آبو اینجا سه تا بیشتر در شد. وخی تیما تانا شرده ایت به ترته، شاید هم میگه خب اینجا وقتی گفته شر دو تای هم شنه و هم رگله، درست قرن رو گفتیم وقتی میگه که شهیزی خواب هم از زیق، اونجا دفته تمود بهت شامل میکنه، پس داریم شن رگل بر و اش. پس ایهاخی گمار میگه لوزه و زه شیش با هند روخ خاییم، وقتی ادامه میشنا میگه شور و موعه، اینجا مثل اونای دیگه نیست، به خاطری که اینها روخ خاییم داره. چجوری میتونه موعه اگه معنی آتیش بده روخ خاییم داشته باشه؟ اش مای روخ خاییمیت به، اش چه روخ خاییمی داره؟ زندگی نداره آتیش. و تو و ادامه میشنا باز معنی نمیده، مای که هره ها اش، میگه اونجا شور و موعه مثل آتیش نیست. یعنی چی؟ موعه خودش آتیشه، پس به هیچ وجه اینجا موعه میشنا نمیتونه آتیش باشه و نمیتونه آب باشه. تانه رب اوشایا تو برایتا یاد میده شلوشا آثار آوت نزیقین، ما 13 تا آبوت نزیقین داریم که در پسوقیم اومده. شمر خینام، شخصی که نگهداری میکنه مجانن، که اگه مقصر باشه خیابه. و هشوئل، اگه قرض میکنه، اگه اونس هم اتفاق بیفته شوئل قرض گیرنده خیابه. نوسه ساخار، شخصی که کرایه میکنه، اگه حتی ازش دزدیده بشه یا گم بکنه هم خیابه. و از سخر که روش بحث دینش مثل یا شوئل میمونه یا دینش مثل شمر ساخار میمونه. این شد چهارتا. نزق تعر ریپوی شوت او بوشت، پول آسیب، پول درد، پول شفا، پول بیکاری، پول خجالت. و ارباد متنیتین و چهارتایی که تو میشنا داشتیم هاتل ایسر رو هم دیگه میشه 13 تا. که من میگه به تانا دیدان مای تمال و تانه هانه، چرا تانای میشنای ما مثل رب اوشعیا این 13 تا رو ذکر نکرد، فقط 4 تا رو ذکر کرد؟ بیش لامال شموئل، حالا طبق شموئل که گفته بود موعه میشه شن، جور در میاد به نیزغه مامون قامعیره به نیزغه گوفو لو قامعیره. میتونیم جواب بدیم تو میشنای ما در مورد آسیب هایی صحبت میکنه که اجناسی که به شخص متعلقه رسونده صحبت میکنه، ولی در مورد خود شخص که آسیب رسونده صحبت نمیکنه. علال رب، ولی طبق رب که گفته بود موعه میشه آدم، خب لیتنه بیاد تموم 13 تا مورد رواشعیا رو بگه. میگه تانه آدم به خل میله دادم، وقتی تو میشنا اومده گفته آدم، تموم این موردها رو شامل میکنه. که من میگه اول رواشعیا نامی ها تانیل آدم، میگه طبق رواشعیا اینجا تو میشنا گفته آدم، پس آدم همه اینا رو شامل میکنه. چرا دوباره میاد و رواشعیا شمر خینام شمر ساخر اینا رو یکی یکی دوباره ذکر میکنه؟ میگه تره گونه آدم، ما دو نوع آدم داریم، تان آدم ده ازیق آدم
رباشیا داره صحبت میکنه تو موردهایی که انسان به انسان آسیب میرسونه و تا نادام ده ازیق شور. تو میشنای ما صحبت میکنه در موردی که انسان به حیوانات به شور آسیب میرسونه یا به چیزی دیگه آسیب میرسونه. حالا گمار بعدن خواهد پرسید که یعنی چی این دالت شمریم، چهار تا شمر هایی که رباشیا ذکر کرد در مورد وقتی انسان به اموال آسیب برسونم صحبت میکنه. یعنی چی که میگه فقط رباشیا داره در مورد آدم ده عزیق آدم، انسانی که به انسان آسیب رسونده صحبت میکنه. یه بار بعدا این سوال رو میپرسه. فعلا یه سوال دیگه، ایهاخی اگه اینطوره که رباشیا میاد انسانی که به طریقه‌های مختلف آسیب میرسونه رو جدا جدا ذکر میکنه، شورنامی لیتنه تره گونه شور، اگه اینطوره دو تا شور بنویسه، لیتنه شور ده عزیق شور، هم بیاد بگه وقتی یه گاو آسیب میرسونه و لیتنه شور ده عزیق آدم، و همینطور بنویسه وقتی که یه گاو انسان رو آسیب میرسونه. که ما میگه یعنی چی؟ های مای چه مقایسه این؟ بیش لما آدم ده عزیق شور نزق هود مشلم. من میفهمم چرا بیاد آدم رو قسمت بکنه، چون وقتی انسان به یه گاو آسیب میرسونه فقط چی میده؟ نزق میده، پول آسیب رو میده. آدم ده عزیق آدم مشلم اربا دواریم، انسان وقتی به یه انسان دیگه آسیب میرسونه باید اینجا بجز نزق اون سعری پوشوت و بوشت هم باید بده. الا شور، ولی گاو چه فرقی میکنه به انسان آسیب برسونه یا به حیوان؟ ملی شور ده ازیق شور، ملی شور ده ازیق آدم. چه گاو به یه گاو آسیب برسونه چه گاو به انسان آسیب برسونه، ایدی و ایدی نزق خود مشلم. به هر حال صاحب گاو فقط پول آسیب میده. به خاطر همین لازم نیست که بخوایم شور رو دو تا قسمت بکنیم. گمارو میپرسه و ها شمر خینام و ها شوئل و نوسه ساخر و ها سخر. این چهار تا شمریم ها، کسی که مجانی نگهداری میکنه، کسی که قرض کرده، کسی که پول میگیره محافظت میکنه و کسی که کرایه میکنه، ده آدم ده عزیق شورهو. اینها میتونن نه فقط به انسان آسیب برسونن، میتونن به یه حیوانم آسیب برسونن. و اینها رو رباشیا اومده شمرده. آی گفتیم تو میشنا فقط داره صحبت میکنه در مورد آسیب هایی که انسان به اموال بزنه، رباشیا داره صحبت میکنه در مورد آسیب هایی که انسان به انسان برسونه. نه، این شمرها میتونن به اموال هم آسیب برسونن. یمان میگه بله، تانی هزقا دبه یادعیم. تو میشنا وقتی میگه موعه در مورد آسیب هایی که انسان به اموال دیگران میزنه توسط عمل، تو پرانتز بگیم عمدن داره صحبت میکنه، و قاتانی هزه قادمی میلا، رباشیا داره در مورد آسیب هایی صحبت میکنه که اتفاقا صورت میگیره وقتی که این شمرها به طریقه باید و شاید از اموال نگهداری نمیکنن.